با وجود بالا رفتن آمار مبتلایان به کووید 19 در آمریکا، بسیاری از ایالت‌ها از جمله کالیفرنیا بخش‌های فعالیت‌های اقتصادی در بسیاری از شهرهای این ایالت را از سر گرفتند. یکی از ویژگی‌های شهر لس‌آنجلس رستوران‌ها و کافه‌هایی است که تا قبل از شیوع کرونا پر از مشتری بود. اما با شیوع کرونا و تعطیلی چند ماهه، بسیاری از رستوران‌ها و کافه‌ها نتوانستند به فعالیت‌هاشون ادامه بدن و بسته شدند. و اون رستوران‌هایی که دوباره فعال شدند و درهاشون رو به روی مشتریان باز کردند، با قوانین و پروتکل‌های جدیدی روبرو شدند که البته با استاندارد و کدهای بهداشتی مطابقت دارد. پروتکل‌هایی که اداره بهداشت لس‌آنجلس برای رستوران‌ها و مرکز مواد غذایی در نظر گرفته سخت و پیچیده است. تمام کسب و کارها باید در کلاس‌های آموزشی مقابله با کووید 19 شرکت کنند و یک پروتکل 20 صفحه‌ای رو باید مطالعه و رعایت کنند. از طرفی در بسیاری از شهرهای کالیفرنیا عدم استفاده از ماسک جریمه نقدی داره. بار اول $400، بار دوم $1,000 و بار سوم تا $2,000 جریمه نقدی و جریمه صاحبان رستوران و مشاغلی که خودشون و کارمندانشون از این قانون سرپیچی کنند هم همین مقداره. این رستوران درجه تب مشتریان را چک می کند و شکل و فرم نشستن در رستوران را کاملا تغییر داده. بریم حیات اینجا ببینیم که آیا پروتکل‌های بهداشتی رعایت کردن یا خیر. با وجود بازگشایی، فرماندار ایالت کالیفرنیا ضمن هشدار نسبت به پیامدهای شیوع گسترده ویروس کرونا از تمامی شهروندان این ایالت می‌خواهد که در خانه بمانند و جز در موارد ضروری از خانه خارج نشوند. همونطور که می‌بینین هممون از دستکش استفاده می‌کنیم، از ماسک استفاده می‌کنیم، قبل و بعدش از ضد عفونی کننده دست استفاده میکنن بچه‌ها، به صورت که حالا با در واقع با غذا تماس نداشته باشن و مشتریان که داخل نمیتونن بیان، فقط بیرون باید بشینن و فاصله میزمون هم اصلا 6 فیت هستش. از هلت دیپارتمنت تقریبا هر ماه میان اینجا در واقع نظارت میکنن که ببینن آیا ما داینینگ داریم نداریم یا اصلا چه ظرفایی مصرف میکنیم برای مشتری‌ها. همه ظرفامون یک بار مصرف هست برای تیک‌اوت، هم لیوانامون هم ظرفای بیرونبر غذا. ما خودمون هر روز که میایم سر کار با ترس و وحشت میایم، مجبوریم هر هفته هر چند روز یه بار تست کرونا بدیم برای اینکه ببینیم کرونا هستش یا نیست، چون که بالاخره ما با ارتباط مستقیم با مردم داریم و این خیلی برامون مشکله. کالیفرنیا اولین ایالتی بود که شرایط اضطراری اعلام کرد و تعطیلی کسب و کارها و محدودیت‌های رفت آمد را اجرا کرد. اما آمار مبتلایان به کووید 19 همچنان بالاست و اریک گارستی شهردار لس‌آنجلس این هفته اعلام کرد شهرداری لس‌آنجلس از جمعه 7 اوت برابر با 17 مرداد آب و برق کسانی را که علی‌رغم محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا مهمانی‌های بزرگ خانگی برگزار می‌کنند قطع می‌کند. پریسا فرهادی، ایران اینترنشنال، لس‌آنجلس.